اطلاعات تازی اجدادشون بودن به تو چه؟ تا به کی؟ کسایی که ریختن مرز و بوم و سرزمین و آیین تو رو نابود کردن و امروز بر تو حاکمن، به تو چه؟ اگر سید علی خامنه ای ها، خاتمی ها، حسین موسوی ها، سید مصطفی تاجزاده ها میخوان برای پدر بزرگشون، مادر بزرگشون عزاداری کنن، به تو چه؟ تو که در سوک یاران سپید پوش بودی، خونیاگر و موسیقی داشتی، فاطمه زهرا، حسن حسین تو جنگای داخلی قدرت خودشون، بنی هاشم با بنی امیه، به تو چه؟ قتل عام کردند، از تیسفون در قادسیه رفتند تا روسیه کنونی، آریایی ها، پارسیان فرار کردن، یه تعدادشون توی هند موندن این ور ور. ما در سوک هم سیاپوش نمی کردیم، حالا تو چرا سیاپوشت کردن؟ چرا گل به سر بزنی، خاک به سر بزنی؟ هفته‌ای که گذشت هفته پادشاهان پهلوی بود، امرداد بود، نامردنی، ماندنی، جاودانی. ولی در این امرداد، در این جاودانی چه شد؟ خیلی در مرداد ماه به دنیا اومدن و خیلی هم در مرداد ماه رفتن. شاهزاده علیرضا پهلوی، رازی رو امروز به شما بگم، به خاطر این امرداد زیبا و به خاطر 11 سالگی ایریانا، اون این که امسال، البته پیش از اینکه این راز رو به شما بگم، در قاهره شاهدون بودیم که شور شوق بزرگی بود در گرامی داشته پادشاهان پهلوی و تلویزیون عربستان سعودی امسال بلیت هواپیما در اختیار یک سری و هتل گذاشته بود، براتون تورم برد اونجا که خوراک تلویزیونشون باشه، ولی به نفع تبلیغات میهنی آریایی ما شد به هر حال هرچه باشه، ولی میخوام بهتون بگم که اینها شما داشته باشید. پس از سالها حضور در اونجا و از سال آینده این بیشتر میشه روی این قضیه سرمایه گذاری بکنن، چون میدونیم مثلا برای یک برنامه 10 دقیقه 15 دقیقه یه ساعته یک تلویزیون معتبر تو جهان راست میده که چند میلیون دلار خرج میکنن. حالا نشون دادن بزرگداشت پادشاهان ایران به ویژه شاهنشاه آریا و غیره برای یه تلویزیون اکسکلوزیویته داشته باشه که اول نشون بده چه جوری، خیلی مهمه. برای این خاطر دوستان امسال بلیط هواپیما داشتن رایگان که تونستن برن اونجا، مراسم بسیار خوب برگزار شد. از همه زیباتر این بود که شهبانوی عزیزم میدونید که سپید پوش میکنه در سوکیاران و بر اساس سنت آریایی که سیاوش اوستا از سالیان سال پیش تبلیغش کرده و گفته ما جامعه سپیدنیم، هر جامعه نمی پوشیم. اصلا مهمتر باگهتون برسن تو کلیپی که الان میبینید، در این کلیپ میبینید که شهبانو عزیز در فرصتهای مختلف برای پرنسس لیلا، انور استادات و جای دیگه و شاهنشاه آریامه سپید پوشیده. ازش سپاسگزارم. و نکته بسیار مهم این که میبینید توی همین فیلم، خوب نگاه کنید فیلمی که الان براتون پخش میکنیم، که حتی شهبانوی عزیز از تاریخ تازی 1400 که تاریخ تازش تازیان به ایران و نابودی ایران آریایست، اونم که نمیمیسه تاریخ شاهنشاهی رو میمیسه و تاریخ میلادی و زایشی رو و از تاریخ هم استفاده میکنه. این فیلم شما ببینید. مهربان
بانون شدی، مادر ملتی با نام شب بانون شدی. مهر آخرین گل بانو، ای نازنین شب بانو، عمر خاطر رفته از بی کسی تازو. مهر آخرین گل بانو، ای نازنین شب بانو، عمر خاطر رفته از بی کسی تازو. شکوه تخت جمشید تاراج آشنا شد، آیه تخت کوروش چوبه دار ما شد. پرچم شیر خورشید خیال و دلها شد، جهت بیمرانه دین خدا به پا شد. رد زیاد بودیم از دنیا ضربه خوردیم، من از بزرگی اما هنوز نمردیم. زبنش یاریم، تشنه کار زاریم، با امتداد سبزه دوباره بباریم. مهر آخرین گل بانو، ای نازنین شب بانو، خود گرفته از بی کسی تا زانو. مهر آخرین گل بانو، ای نازنین شب بانو. مهر آخرین گل بانو، ای نازنین شب. حقم داره شعبانو، حق داره که به سنت های کهن آریایی پایبند باشه، هرچند موش ها و سادات تازی و روحانیت که دشمنان تاریخی محمد رضا شاه بودن و محمد رضا شاه رو سادات تازی و همکاری روحانیت انگلیسی سرنگون کردن، اینها همیشه مانع میشن و صدهایی سر راه میزیرن که اهداف سادات تازی تبلیغ بشه. 1400 سالیست که به ما حمله کردن، ما رو ناهم کردن. ما جده میتونیم این تاریخ روزانه خودمون بگاریم. تاریخ تازش هیتلر به قوم یهود، به کولی ها، به همجنسگره ها، تاریخ اونها شده. اصلا من گیشون رو کس میشه بیارن. ما برای اونها سینه که میزنیم هیچ، تاریخ اونها رو هم مد نظر خودمون داریم. از طرف جهان روحانیت رو جهان سرمایه‌داری استعماری انگلستان به ویژه ساخته، اصلا روحانیتش
به علم و دانش و تاریخ ربطی نداره. حتی گفتن که ملکه هم من بهتون رو از 40 سال پیش گفتم نشون دادم، میگم ملکه انگلیس اصلا از عده سادات تازیه، از نسل پیغمبره. به ما چه؟ امروز شهادتی رو از دکتر داریوش شفا، فرزند دوست و برادر نازنین هم استاد شجاع‌الدین شفا، میبینید میشنوید که به شما ثابت میکنه اینها غربی ها و تازی ها، یعنی این دو ضد شکوه و عظمت آریای ایرانی هستند و متحد هستند. اما چون که با اتحاد روم و اعراب پابرهنه شبه جزیره عربی 1400 سال پیش اسلام رو ساختند، الان هم اینها متحد هستن که ایران نابود کنن، به هر جایی میزنن، به هر چیزی تصمیم. تو باید زرنگ بشی، تو باید توییتی که میکنی، پیجی که برای هر کسی میرسی روزانه، این دوتا رو سرلوحه خودش داشته باشه. اگر نشه باشه کارت بیهود است. زدن سادات تازی با دانشی که دادیم، یاد بگیرید سادات تازی همه جا هم نفوذ کردن، سادات تازی همه جا هم بودن، چپ بودن، راست بودن، وسط بودن، تو اونا بودن، کچلوار، کراوات، و بعد همین هم هستن که الان برای شما محرم سفر دارن عزاداری میکنن، چون برای نیاکانشه، برای اجدادشه. بگم من برای اجداد خودم عزاداری نکردم، ولی نه، تو چشتی جشت که خوب میدونید. و شما اینها رو باید